این هفته ترفندهای آشپزخونه، امتیازات فوتبالی و گوشی تاشو. چند وقت پیش یوتیوب برای اولین بار فاش کرد که برای مالکش یعنی گوگل چقدر پول در میاره. سال گذشته این درآمد 15 میلیارد دلار بوده. اعلام این نتایج برای اولین بار برای این شرکت سرنوشت سازه و نشون میده که این سامانه رشد کرده و روی پای خودش ایستاده. یوتیوب جایی بود که توش ویدیوها وایرال و فراگیر میشدند، ولی به نظر میرسه الان این اتفاق داره بیشتر در تیک تاک و اینستاگرام میفته. این تغییرات چطور اتفاق افتاده؟ اینترنت خیلی فراگیر شده. الان ساخت یک ویدیوی قشنگ خیلی آسونتر از 10 سال پیشه. اگه الان بخواین ببینید که مشهورترین ویدیوهای یوتیوب کدومان، میبینید که دیگه اون نوع ویدیوهای داغ نیستن. ویدیوهایی هستن که از کانالهایی در اومدن که مرتباً محتوا تولید میکنن و مخاطبان زیادی دارن. و فکر میکنم یوتیوب ناخواسته از این ویدیوهای کوتاه و سریع که هممون در اوایل کار یوتیوب درگیرش بودیم وارد دنیای دیگری شده که توش بیشتر تولید کنندگانی رو میبینید که این کسب و کارشونه و برای خودشون مخاطب سازی میکنن. و کمتر کسی پیش بینی میکرد که موفق ترین موضوع چی باشه. دسته از ویدیوها که بهشون میگن ASMR. ASMR مخفف Autonomous Sensory Meridian Response هست که یعنی واکنش ارادی اوجگیری حسی. یک ژانر ویدیویی که مردم بهش میگن نجوا. ویدیوهایی که توش مردم یه چیزهایی رو نجوا میکنن تا مخاطبشون آرامش پیدا کنه. یعنی دقیقاً چیکار میکنن؟ شاید نجوا کنن، چیزی بپزن، چیزهایی رو بمالن به میکروفون. یه نوع سرگرمی متعارفه و قرار نیست شما رو بخندونه یا شبیه سرگرمی های متداول وادار کنه کاری کنین. طوری طراحی شده که کمک کنه آروم بشین و آرامش پیدا کنید. یه چیز رایج دیگه دستور پخت غذاست. پخت و پز به شیوه قدیمی احتمالاً برای یک عده هم پیچیده است، هم وقت گیره. برای همین بعضی از این ویدیوهای آنلاین به ویژه اونایی که داغ شدند شیوه آماده سازی غذا رو خیلی ساده نشون میدن. اما انجام اون چیزی که ما میبینیم واقعا آسونه؟ شاید قبلا ویدیوهای هک غذا رو دیده باشید، ترفندهای لذیذ، ولی آیا اونقدری که به نظر میرسن واقعیت داره؟ این کرم کارامل از یک جعبه شیر ساخته شده، تولید کانال بلوسام، و این ویدیو 17 میلیون بیننده داشته. شما مواد لازم رو می‌ریزید توی جعبه، می‌ذاریدش توی مایکروویو و بعد از خنک شدن یک کرم کارامل کامل در قالب جعبه گلوب سر می‌خوره بیرون. من این راهنما رو گام به گام دنبال کردم. همون مقادیر رو دقیقاً استفاده کردم. اولین اشکالش این بود که به نظر میاد توی ویدیوشون واقعاً جعبه شیر رو نکردن توی مایکروویو. چون اگه دوباره با دقت نگاه کنیم میبینید که ته جعبه رو بریدن. شیطونی کی بودی تو؟ البته مایکروویو من بلندتر بود، بنابراین تونستم که جعبه شیر رو بذارم کامل توش، گذاشتم 10 دقیقه قل بخوره، بعدش هم گذاشتم توی یخچال سرد بشه. چیزی که به دست آوردم آیا کرم کارامل بود؟ با هم ببینیم. خیر، اصلا شبیه کرم کارامل نیست نتیجهش. بویی بدی نمیده، ولی طعمش طعم همون شیره. قدم بعدی هک پاستیل خرسیه. از سری دستورات خودپزی آسون از سویامی. 3,300,000 نفر تا حالا این رو تماشا کردن. در این ویدیو میبینیم که آب کردن پاستیلای خرسی اونا رو تبدیل به ژله میکنه که بعد میتونید ازش برای درست کردن دسر استفاده کنید. ولی تلاش من برای کپی اون چیزی که تو ویدیو دیدم نتیجه بخش نبود. در واقع اتفاقی نیفتاد جز این که پاستیل یه مقدار گرم شد. یعنی نتیجهش الان یک پاستیل خرسی نرم و داغه. خب یکی دیگر آزمایش کنیم. این یکی از 5 minute crafts میگه که اگر ذرت بودادتون تموم شد چرا یک بلال درست‌تر امتحان نمی‌کنید؟
بذاریدش توی پاکت، بعد بذاریدش توی مایکروویو و اون وقت شما ذرت بوداده خواهید داشت. لازم نیست بهتون میگم این اتفاق نمیافته، ولی برای اینکه گفتم شاید من اشتباه کرده باشم، به نام نامی علم و دانش عملا امتحانش کردم و موقعی که بیرون میاد از قبل گرمتره. بله، فقط ذرت گرم کرده داریم. البته من تنها کسی نبودم که راجع به این مسئله کنجکاوی کرده. اندریاردون یک کارشناس امور غذاییه و البته در یوتیوب کانال آشپزی داره. اونم داشته در این مورد تحقیق و بررسی و پژوهش میکرد. این معادل خبر جعلیه در دنیای آشپزی. این پخت و پز جعلیه و علت محبوبیتش اینه که کلیک‌خور بیشتری داره و محتوای کلیک‌خور از هر چیز دیگه‌ای بهتر با الگوریتم‌های یوتیوب کار می‌کنه. همینطور در فیسبوک. حالا ان در کانال یوتیوب خودش خیلی از این دستورالعمل‌ها رو آزمایش کرده. یه ویدیو در کانال سویامی هست که روکش خامه کیک رو با بستنی توت فرنگی درست می‌کنن. ان این رو امتحان کرد و خب کار نمی‌کرد. چون من لیسانس علوم غذایی دارم میدونم چیزهای مختلف چه خواصی دارن و این چیزها کار میکنن یا نه. در واقع امکان پذیر نیست که بستنی رو مثل خامه بزنید، چون به اندازه کافی چربی نداره. حتی لوکسترین و پرچربی ترین بستنی رو نمیشه زد و روکش خامه ای تولید کرد. این یه نمونه از ویدیوهای جعلیه، اما بعضیشون واقعا در حوزه چیزهای خطرناک میگنجند. در کانال 5 Minute Crafts یه ویدیو دارن که توت فرنگی رو میذارن توی مایه سفید کننده تا توت فرنگی سفید درست کنن. اگه یه بچه اینو بخوره کلی کلور میره توی حلقش که براش خوب نخواهد بود. و یه ویدیوی سویامی دیگه است که کارامل ذوب شده رو میریزن روی یک همزن برقی روشن تا نتیجهش به شکل لونه پرنده تزئینی بشه. کارامل ذوب شده گداخته از آب جوش داغ‌تره. پس ما یه جعبه ساختیم و جلوش پلاستیک شفاف گذاشتیم. کارامل داغ درست پاشید روش. و حالا که اینجا هستیم بگم که این بهترین روش ساخت تزیینات کیک از اینکه آب نبات کاراملی نیست. آب نبات کاراملی معمولا ذوبش خیلی طول میکشه، اونم تازه میسوزه و میچسبه به ته تابه. به قول ان راه حرفش اینه که آب نبات هاتون رو بریزید توی مخلوط کن، بعد یک لایه نازک پودر رو بریزید روی کاغذ روغنی و بگذاریدش توی فر. این یک راه فوری و صحیح برای ساخت پولکی کاراملی برای تزیین کیک. به نظر میاد که تولید اینجور ویدیوها واقعا برای پخت و پز نیست، بیشتر برای سرگرمیه. اما سرگرمی که خب برای تولید کنندگانش پول به همراه میاره و خب برای ما هم چیزی جز گول زدن شکم و فریب چشم نیست. از این گذشته خیلی از بچه ها هم اینجور ویدیوها رو نگاه میکنن. اصولا بچه های امروزی خیلی وقت میذارن روی موبایل و کامپیوتر و گوشی و تبلت و اینجور چیزها و خب والدینشون هم خیلی نگران میشن که اونا دارن چه محتوایی رو نگاه میکنن، چه انقدر وقت میذارن. این مسئله بود که همکارم مارک چزلک همراه با یک چهره مشهور فوتبالی به دنبالش رفت. ریو فردیناند، پدر سه بچه و بازیکن سابق منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس، در حال راه اندازی یک کارزار تا والدین رو تشویق کنه امکاناتی که برای کنترل ویدیو گیم های بچه هاشون وجود داره رو یاد بگیرن. من کسی هستم که در تمام زندگی بزرگسالیم نسبتاً درگیر گیم بودم و فرزندانم هم بازی میکنن، اما احساس میکنم تعادل خوبی در خونه برقراره. اولا میان خونه، کارهای مدرسه رو انجام میدن، کارهای خونه رو انجام میدن، بین گیم تو خونه و بازی بیرون از خونه تعادل ایجاد میشه. اما درک این که فرزندان واقعا چه کاری انجام میدن به نظر من برای من بسیار ارزشمند بود تا بتونم در زمینه این که چه جور گیمی بازی میکنن کنترل اعمال کنم. آیا فکر میکنین والدین باید در مورد بازیهای ویدیویی و فرزندانشون مسئولیت بیشتری بپذیرن؟ شما مجبوری که علاقمندی نشون بدین. همینطور که به درس و مشق فرزندتون توجه نشون میدین، باید به زندگی گیمی اونا هم توجه کنین، چون این روزا بخش جدایی ناپذیری از زندگی اوناست، چه بخواین و چه نخواین. کارزار هوشمندی درباره بازی کار بخش تجارتی صنعت گیم انگلستانه. اونا راهنماهای آنلاینی راجع به کنترل والدین در کنسول‌ها و رایانه‌ها ارائه میدن. کنترل‌هایی که باهاش میتونن زمان بازی رو محدود کنن و جلوی خرج پول واقعی توسط کودکان رو برای خرید وسایل مجازی در بازی‌ها بگیرن. خب ما میدونیم که بیش از نیمی از والدین در بریتانیا نگران مدت زمانی هستن که فرزندانشون روی نمایشگر دارن گیم بازی میکنن.
این بخشی از برنامه‌های جامعه سواد دیجیتالی جامعه است. بنابراین واقعا درک حد و مرز، درک چگونگی محافظت از خود، درک چگونگی محافظت از حریم شخصی خود بخشی از چیزایی که در جامعه باید واقعا بهشون دقت کنیم. پژوهش ها نشون میده که تا 99% کودکان 8 تا 15 ساله در بریتانیا به طور مرتب گیم های ویدیویی بازی میکنن. اینو مقایسه کنین با پژوهش دیگه‌ای که نشون میده تنها 19% از والدین بچه‌های 5 تا 15 ساله از تنظیمات کنترل والدین در دستگاه‌های متصل به اینترنت استفاده می‌کنند. اما بعضی از والدین فکر می‌کنند صنعت گیم باید مسئولیت بیشتری بپذیره. آیا تلاش اونها در راستای توانمندسازی والدینه یا دارن مسئولیت رو گردن یکی دیگه میندازن؟ مسئولیت اونها در واقع حفاظت از سلامت روانی فرزندان ماست. به نظر من این بخشی از نقش اونهاست. هر شرکتی که برای بچه هامون تولید محتوا میکنه باید این مسئولیت رو به عهده بگیره. ویژگی هایی در گیم ها که به طور تصادفی یه چیزای مجازی رو ارائه می کنن که با پول نقد در دنیای واقعی قابل خریدارین با قمار مقایسه می شن و باعث افزایش نظارت دقیق تر در این صنعت شدن. پس آیا میشه گفت که این صنعت باید خودش رو اصلاح کنه؟ ما در نهایت یک کار تجاری می‌کنیم و این سیستم کنترل والدین و کنترل خانواده برامون مهمه، چون میشه گزینه هزینه پول در گیم رو خاموش کنیم. به همین علته که این بحث واقعا مهمه و یه مسئولیت دو طرف است. گرچه یادگیری در مورد کنترل والدین سواد دیجیتالی رو بیشتر می‌کنه، ولی ممکنه بعضی از والدین که خودشون با بچه‌ها گیم بازی می‌کنن از این تجربه لذت هم ببرن. این هفته دولت بریتانیا به رغم مخالفت نمایندگان خودش در مجلس عوام حکم داد که غول فناوری چینی هواوی هنوز میتونه به توسعه شبکه 5G در این کشور کمک کنه. نقش هواوی به مناطق غیر حساس محدود خواهد بود. آیس آی شرکت ماهواره فنلاند به کمک فناوری جدید رادار که میتونه از ابر و تاریکی شب عبور کنه یک سری فیلم ویدیویی ساخته و به یک ربات گیم آموزش داده شده که اشتباهاتش رو بپذیره. دانشمندان دانشگاه ییل گفتند که با بیان ضعف ربات به انسان‌ها کمک می‌کنه تا ارتباط بهتری برقرار کنه. با ادامه همه‌گیری ویروس کرونا یک شرکت چینی میگه فناوری تشخیص چهره‌ای ساخته که می‌تونه افرادی رو که از ماسک‌های محافظ استفاده می‌کنند شناسایی کنه. شرکت هانونگ تکنولوژی میگه که این فناوری 95% دقت داره و میتونه با اتصال به حسگرها به چین کمک کنه تا کسانی رو که تب دارن شناسایی کنه. پهپادهایی که محصولات پزشکی حمل میکنن دیده بودیم، اما حالا جایگاه های تخصصی هم میتونن محموله هاشون رو به طور خودکار بار بزنن. یک ایستگاه پهپاد مثل این در بیمارستانی در سوئیس باز شده که کارمندان از گوشی هوشمند برای ضبط داده نمونه‌های آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. اونها بعداً می‌تونن نمونه‌ها رو برای تحویل به آزمایشگاه‌های اطراف اسکن کنن و بفرستن. و سرانجام یک کارشناس غذای دیجیتال در ژاپن بر پایه داده‌های آب و هوا شیرینی‌هاش رو چاپ سه‌بعدی کرده. اینجا سامسونگ سپیس در کینگز کراس لندنه و ما اومدیم تا دوتا گوشی جدید این شرکت رو بررسی کنیم. این سامسونگ گلکسی زد فلیپه. نمیدونم چقدر برای شما جالبی ها، اما اینجا توی کلیک گوشی های زیادی رو بهتون نشون دادیم، اما برای خود ما پیدا کردن یک گوشی که صرفاً یک مستطیل معمولی نباشه جالبه. این دومین تلفن تاشوی سامسونگه و نسبت به اون یکی جمع جورتره. شیشه تاشو فوق‌العاده نازکش وقتی که باز میشه یک نمایشگر 6.7 اینچی رو در اختیارمون میگذاره. در جلو یک نمایشگر گذاشتن که همه اعلان‌ها از اسم و شماره تلفن تماس گیرنده گرفته تا پیامک رو میشه اونجا مشاهده کرد. در این حال دوربین هم گذاشتن برای کسانی که میخوان بدون باز کردن گوشی سلفی بگیرن، براشون مقدور میشه. اما وقتی که باز میکنید گوشی رو میبینید که برخی از اپ‌ها بهینه‌سازی شدن برای اینکه یک بخشی برای نمایش و بخشی برای تعامل در نظر بگیرن. برای اینکه مثلا شما تایپ بکنید اینجا صفحه کلید وجود داره.
همین چند وقت پیش که موتورولا ریزر رونمایی شد، یکی از انتقاداتی که دریافت کرد خط وسط بود که اونجا میگفتن قسمت تاشو برجسته است و خب خیلی دوستش نداشتن. اما توی این گوشی من زیاد این خط رو احساس نمی کنم، یعنی اگه این گوشی روزمره من بود نمیدونم چقدر این مسئله آزارم میداد. به هر حال این یک گوشی تاشوه و اون خط اون وسط وجود داره دیگه، کارش نمیشه. آها، اینم بگم که قیمتش 1380 دلاره. این گوشی سامسونگ گلکسی S20 اولترا. سامسونگ میگه علت اصلی که مردم گوشی نو میخرن اینه که میخوان دوربین بهتری داشته باشن. این همون نکته ای که سامسونگ در تولید این گوشی مد نظرش بوده. دوربین این گوشی میتونه تا 100 برابر بزرگ نمایی انجام بده. من اونجا در اون گوشی سالن تل اون گیاها و نرده ها یک عروسک قرمز رنگ گذاشتم، میخوام ببینم اگه با این دوربین ازش عکس بگیرم و زوم کنم تصویر چقدر واضح خواهد بود. بیاین امتحانش کنیم. زوم تا 10 برابر به صورت اپتیکاله و بالاتر از اون به صورت دیجیتال خواهد بود. وقتی حالا میرم رو 100 تا که خیلی هم سخت نگه داشتن دوربین تو این حالت، چون دست میلرزه، از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا نتیجه رو بینه کنه. نتیجه در حالت 100 برابر بزرگ نمایی واقعا نمیدونم چقدر کاربردیه. علتش اینه که دست من میلرزه، احتمالاً نیاز به چیزی شبیه به سپایه داریم و ثابت نگه داشتن دوربین تا تصویر بهتری داشته باشیم. میریم اون گوشی سالن که یکی از این گوشی‌ها رو ثابت نگه داشتن ببینیم که نتیجه اونجا چیه. خب این گوشی رو الان اینجا ثابت نگه داشتن، اون دیوار پشتی هم یه نوشته است، می‌خوام ببینیم زوم 100 برابر چه جوری کار می‌کنه. حتی وقتی که این دوربین ثابت مونده هنوز تصویر داره میلرزه و هنوز خیلی واضح نیست. یک عکس بگیریم و نتیجهش رو ببینیم. نتیجه بد نیست، از چشم من قطعا بهتره. دریاچه کیوو در رواندا یکی از دریاچه‌های بزرگ در شرق آفریقاست. چشم‌انداز زیبای اینجا گردشگران رو برای قایقرانی و ماهیگیری به سوی خودش جلب می‌کنه و به دنبالش امید به درآمدزایی برای کشور زیاد میشه. اما چیز ارزشمندتری در ژرفای این دریاچه پنهان شده. برای دیدن پروژه کیووات لازمه که 14 کیلومتر از ساحل دور بشیم تا برسیم به جایی که ازش گاز متان رو از عمق دریاچه استخراج می‌کنند. مشابه این پروژه هیچ جای دیگه از جهان نیست. ساخت این شناور که در مرز دریاچه با جمهوری دموکراتیک کنگو قرار داره 7 سال طول کشیده. مهندسان اینجا 24 ساعت شبانه روز رو در شیفت‌های 12 ساعته به شرایط دریاچه نظارت می‌کنن. این دریاچه از گازهایی چون متان و دیوکسید کربن اشباع شده که حاصل میلیون‌ها سال فعل و انفعالات آتشفشانیه. این گازها در ژرف‌های بسیار زیاد زیر فشار نگه داشته شدن. عمق این دریاچه 480 متره. اما هر گونه نارامی در دریاچه مثل زلزله یا جریان گدازه ممکنه منجر به نشت گازها بشه. کیوو یکی از 3 دریاچه‌ای در جهانه که میتونه شرایط خاصی باعث اتفاقات فاجعه باری در اون بشه. اونها در گروه دریاچه های کشنده دستبندی میشن. در سال 1986 دریاچه مشابهی در کامرون به نام نیوس دچار نشت دیوکسید کربن شد. ابرگاز ناشی از اون بیش از 1700 انسان و موجود زنده دیگر رو در روستاهای اطراف در مسیر خودش کشت. اگر گازهای موجود در دریاچه کیوو رها بشن، ممکنه عواقب مراتب مرگبارتری به همراه داشته باشه، چون مساحتش 1700 برابر دریاچه نیوس و بیش از 2 میلیون نفر پیرامونش زندگی میکنن. در دریاچه کیو غلظت زیادی وجود داره که البته بسیار بیشتر از چیزی که در دریاچه نیوس داریم و به همین دلیل بسیار مهمه که چنین پروژه‌ای به راه بیفته تا محتوای گاز موجود در بستر دریاچه کاهش پیدا کنه. در این دریاچه 300 میلیارد متر مکعب دیوکسید کربن و 60 میلیارد متر مکعب متان وجود داره. استخراج امن متان به تولید برق برای رواندا کمک خواهد کرد، چیزی که این کشور به شدت بهش نیاز داره. این پروژه حدود 30% به نیاز کشور کمک میکنه.
لوله های بزرگ زیر شناور آب اشباع شده از گاز رو میارن. این آب به زور به جدا کننده تزریق میشه و در عمقی مشخص گاز شروع به جدا شدن از آب میکنه. پدیده‌ای که باهاش مواجهیم رو ما به باز کردن بطری شامپاین تشبیه میکنیم. وقتی شما اجازه میدین آب به سمت بالا کشیده بشه، این با فشار دریاچه تقویت میشه و باعث میشه آب با فشار بیشتری به بالا هدایت شه. آب با مخلوطی از دیوکسید کربن، متان و سولفید هیدروژن به برج‌های شستشوی شناور فرستاده و تمیز میشه. دیوکسید کربن و سولفید هیدروژن زدوده میشن. آب گاز زدایی شده به دریاچه برمیگرده و متان با یک خط لوله معلق به نیروگاه مستقر در ساحل برای تولید برق منتقل میشه. این تعریف نوآوری است. ساخت پروژه از مرحله طراحی تا ساخت و ساز و اکنون که به بهره برداری رسیده. در حال حاضر 51% از رواندایی ها به برق دسترسی دارند. دولت امیدواره که تا سال 2024 این میزان رو به 100% افزایش بده. برنامه پروژه کیووات اینه که 3 تا کشتی دیگر رو اینجا مستقر کنه تا این هدف بلند پروازانه برای رواندا محقق بشه. در طی چند هفته گذشته رفتیم سراغ فیلم‌هایی که در بخش جلوه‌های تصویری اسکار کلی سر و صدا به پا کرده بودند، اما این هفته می‌ریم سراغ بهترینشون، یعنی فیلم 1917 ساخته سم مندس. این همونی بود که اسکار گرفت و اگه هنوز ندیدینش، چیزی که خیلی قابل توجه روش فیلمبرداریشه تا مثل یک فیلمبرداری مداوم بدون کات به نظر برسه. Calling off tomorrow morning's attack. If you fail, it will be a massacre. کاری که سم همیشه میخواد بکنه اینه که مخاطب به جای اینکه پشت دریچه رو به جهان باشه، بخشی از ماجرا باشه. در حقیقت این حس رو به شما میده که مخاطب در حال مسافرته و به عنوان یک شخصیت اضافی با داستان در حال پیشرویه. و این به خودی خود حسابی چالش‌زاست. 91% از این فیلم حداقل یک جلوه بصری داره، از همزادسازی‌های دیجیتالی تا عوامل افسودنی در محیط. می‌دونید ما یه خونه، یه درخت یا بوته یا کانال آب رو به تصویر اضافه می‌کنیم و مثلا توی این زاویه همه چیز درسته و بعد دوربین حرکت می‌کنه و 2 دقیقه بعد ما به زاویه مقابل نگاه می‌کنیم. حالا ممکنه یک موردی دیگه از منظر زیباشناسی جور نباشه. بنابراین ما برای انجام این کار حساب و کتاب زیاد داشتیم. و چیزی که واقعا درباره‌اش حرف زدیم بیشتر احساس بود. استفاده از چنین کلمه‌ای عجیبه. چون بدیهیه که با جلوه‌های بصری معیار سنجش یه جورایی به این صورته که ما احساس رو به شات‌های مختلف تفکیک می‌کنیم و اونها رو به طور دیجیتالی به هم می‌چسبونیم. اما در واقع این بیشتر درباره یک حس، یک سکانس و یک خط سیره. سکانس اون منطقه متروک سکانس جالبیه، چون حال و هوای کل سفر رو آماده سازی میکنه. تمامش در انگلستان فیلمبرداری شده. یکی از اصول اولیه‌مون این بود که اطمینان حاصل کنیم که شبیه شمال فرانسه به نظر برسه. MPC اسبهای گرافیکی ساخت. ما با افزونه‌های محیط کار کردیم، سیم‌های خاردار الکی و مقدار زیادی گودال اضافه کردیم. سم برای صحنه آخری یه ایده‌ای داشت. کار ما واقعاً فقط مرتبط کردن و تأکید روی اون چیزایی است که قبلاً هم وجود داشته. چون خیلی از این مواردی که گفتم از دوربین دیده میشد و دوباره میگم ما فقط یک کمی به داستان اضافه کردیم، اما هیچ چیزی رو به طور عجیب و غریب تغییرش ندادیم، غیر از اضافه کردن چند انفجار خطرناک دور و بر قهرمانانمون و البته اون 500 نفر سیاهی لشکر در اون نقطه توی شات. بنابراین در واقع ما یه خورده خطر بیشتر رو اضافه کردیم و سعی کردیم که از دیدگاه سینمایی، از نظر بصری، این یه صحنه زیبا باشه. There's only one way this ends.
خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از روی ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.